خب ذکر نمودانی از محاسن ذات همایون پادشاه جهان منکوقاآن بعد از استقرار او بر سریر ملک. بخواید یه خلاصه بگیم؟ خلاصه این که منکوقاآن شاه شد و همه هم قل و غم کرد و البته عطاملک جوینی یه جور نرم و لطیف این قل و غم کردن و مخالفه رو تعریف کرد و پاکسازی کرد در واقع. آره تا حالا چیزی که خوندیم بیشتر شرح اسامی کسایی بوده که سرشون به باد رفت. آره ولی خیلی پاکسازی خونالودی بود از آره. جنس تصویه های استالینی بود. الان هم در ضمن منکوقاآن در هنگام نگارش کتاب هم زنده است و خان مغول منکوقاآنه. درست. حالا خواهیم دید دوباره. چون در دیباچه این کتاب نبذی از مکارم اخلاق و افعال او بر سبیل اجمال تقریر رفته است و تفصیل آن شمه‌ای هم در اثناء ذکر جلوس مبارک او داخل شده، اما تأکید را یک حکایت که مستجمع داد و جود است اثبات می رود تا جهانیان را معلوم و محقق گردد که تقریر آن از سمت تکلف منزه است و از وسمت تأسف مبرا. میگه ما یه حکایت بگیم که درش هم وصف داد و هم وصف جوده این آدم، هر دوتاش با هم اومده. چون تجار از اقطار به خدمت کیوک خان ابتدار نموده بودند، ابتدار هم یعنی همون از مبادرت میاد، یعنی به دیدار کسی شتافتن و سوداهای گرانمایه کرده و بهای آن بر ممالک شرقی و غربی برات گرفته و چون او در ملک امتدادی نگرفت، یعنی زود مرد، اکثر آن قاصر گشته بود و بدان جماعت نرسیده و بعد از حالت او خاتونان و پسران و برادرزادگان او بنابر آن سوداها زیادت از آنچ در عهد او بود می کردند و هم بر آن قاعدت برات می نوشتند. بذار ببینم من ورژن خودم رو بیارم. جمله رو تمام نشد ادامه داره. نه میدونم من میخوام اون این تا حالا چیکار داشته میکرده؟ این برات میگرفته کالا از بازرگان آره کلی اومدن برات و در واقع انواع افسام سفته و ورق و اینا در زمان کیوک آورده بودن بازرگان ها تحویل حکومت داده بودن، بعد کیوک خان افتاد و مرد، بعد هرج و مرج شد و هر کسی در واقع این پادشاه زادگان و اینا تصرف میکردن در این اموال مثلا امانتی و اینا. آره من یه چیزی رو نمیفهمم، اون اکثر آن قاصر گشته بود یعنی چی؟ یعنی بازرگان ها اموال بازرگان ها بهای براتشون رو نتونستن بگیرن. آره آره یعنی بهاشون رو برات گرفته بودن. همینه مثلا طرف جنس تحویل داده بهش برات دادن که مثلا رفتی آره. مثلا همدان این پول رو بگیر. آره ولی چون مرده تو همدان پول بهش ندادن دیگه. دقیقا بران قاعده برات می نوشتن و بر عقب یکدیگر فوج بازرگانان دیگر می رسیدن و معاملت می کرد. چون حال آن جماعت تغییر پذیرفت و کار ایشان از دست برفت، تجار بعضی آن بودند که از حوالات پیشینه عشری نیافته بودند و بعضی خود به موضع حوالت نرسیده و جماعتی آن که قماش تسلیم کرده بودند و بها معین نشده و دیگری برات نگرفته. چون به مبارکی پادشاه جهان منکوقاآن بر تخت کامرانی آرام گرفت و عقود معدلت و انصاف انتظام یافت، از طایفه معاملان بر سبیل امتحان میان رجا به معدلت او و یأس از آنچ التماس وجوه این معاملت است به خدمت او آمدن. یعنی یه سری آدم اومدن ببینن، امتحان کنن ببینن این رئیس جمهور جدیدی که انتخاب شده این در واقع میاد به کارهای ما رسیدگی کنه یا اینم در واقع پیپا میزنه و حالت خود به سمع مبارک او رسانیدن. هرچند تمامت کفات حضرت، این کفات یا کفاته به نظر شما؟
مطمئن نیستم ولی منم کفات میخونم بکنم. هرچند تمامت کفات حضرت و ارکان دولت از راه آنک وجوه این معاملت از خزانه پادشاه واجب نیست که بدهند و هیچ آفریده را بر این مجال اعتراض و ملامت نباشد، اما از روی آنک ز ملک ما که دولت راست بنیاد، چه باشد گر خرابی گردد آباد، سخای ابر از آن آمد جهانگیر که طفلان گیا را میدهد شیر، جناح مرحمت بر تمامت ایشان مبسوط کرد و مثال فرمود تا تمامت آن را از وجوه ممالک او اطلاق کردن. زیادت از معنیش مشخصه دیگه. آره. زیادت از 500,000 بالش نمره برآمد که اگر احتباس کردی هیچ کس را مجال اعتراض نبودی. بدین موهبت آبروی شاهان حاتمی خوی ببرد و بدین معدلت آبروی. آره دیگه، همون آبروی دیگه، منظورم همون بود. آبروی شاهان حاتمی خوی ببرد و بدین معدلت خاک در چشم شهنشاهان نوشروانی خلق کرد. که اینا من نفهمیدم یعنی چی. نه، نوشروانی خلق مثل حاتمی خویه. آها، شاهان حاتمی خوی، شهنشاهان نوشروانی خلق. آها آها، آب روی اونا. من دیدم که نوشته بود حلق ندونم. اوکی، آره نه این داشته باش، آب و خاک آورده ولی دیگه باد و تار آتش. من دارم میگردم میرم به شکل معناداری اومده پنهان کرده باشه جایی. پس موهبت آب روی شاهان حاتمی خوی ببرد. آها، خلق و خوی دیگه کاملا درست. و بدین معدلت خاک در چشم شهنشاهان نوشروانی خلق کرد. و در کدام کتاب تاریخ مطالعت افتاده است و یا از روات استماع رفته که پادشاهی قرض پادشاهی دیگر داده است و هیچ آفریده ای عوام مخالفان گذارده است؟ عوام هم ظاهرا جامع عربی هم وامه. وامه. و جالبه این منکور و ادامه دولتی کیوک نمیدونه، میگه آقا اون هر چی چیز کرده اون خودش بوده، الان یه شاه جدیده. این نموداری است از عادات و اخلاق پادشاهانه او که بر امور دیگر استدلال توان گرفت و کل السیده فی جوف الفراغ، یعنی همه شکارها در شکم گور خر است. پیش قدرش سپهر نه پوشش همچو ویران چار دیواری است، مثل این پادشاه در نفاذ امر و نهی جز ممکن و دراز عمر نتواند بود، به حکم کلام ربانی و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض، تخت آلا او را در فرماندهی عمر نامتناهی کرامت کناد. ذکر ارکان دولت. چون امور عالم به واسطه عدل او نظام یافت و مواد مشوشات زمایر خلایق انحسام پذیرفت، انحسام یعنی بریدن برده شدن، و فتنه های برخواسته به یمن جلوس او نشسته و دست عدوی و فساد ادوا. یا ادوا و فساد بسته گشت و لشکرها به اطراف و اکناف زمین روان شدند و معاندان سر بر خط فرمان نهادند و از اقطار ممالک اصحاب حاجات و ارباب ملتمسات و متقلدان اعمال و منصوبان اشغال متوجه حضرت او گشتند و از دور و نزدیک روی به درگاه او که ملجای عالمیان یا ملجای عالمیان و منجای خایفان است آوردند و غلبه خلایق بسیار و قضایای هر یک بیشمار و حوایج مختلف بود، ایشان را زیادت مقام می افتاد و کتبه و کارگزاران را امور متفاوت بود، بعضی محظوظ و بهرمند و جمعی محروم و مستمند می‌ماند. از آنجا که فرط اعتنا و دلبستگی و وفور اهتمام و مرحمت پادشاه مشفق اقتضا کند که تمامت بندگان هر یک بر حسب مقدار و اندازه ارزاق او با نصیب باشند، مثال فرمود تا هرچه به تفحص امور و دعاوی جمهور متعلق باشد، امیر منکسار نویان
با جمعی دیگر از عمراء کاردان بدان مهم قیام نماید و قاعده ای داد و عد را ممهد داد و بلقای آقا را که به قدمت خدمت حقوق ثابت داشت زینب صدات میاد فرمان شد تا او سر و سرور کتاب باشد و وزیر ایشان مثل یا مثل حاجب حاجت هر یک از ملتمسات او عرضه دارد و ساخته و امثله و مناشیر او نویسد و ثبات کند و از بیتکچیان مسلمان امیر عماد الملک را که در حضرت قاآن و کیوکان هم بدین اسم موسوم بوده است و امیر فخرالملک را که از خواص حضرت او به قدم یا به قدم بندگی مقدم بود و جمع دیگر را از مغولان با امیر بلقای شریک فرمود و هر قومی را علاهده به مصلحتی تعیین کرد که ایشان بعد از مشورت و اجازه امیر بلقای بر رأی گره‌گشای پادشاه جهان به محل عرض رسانند آنچه امور دیوانی است از تعیین اموال و تقلید اشغال امیر بلقای با یک دو کس دیگر بدان مخصوصند و فوجی به کار تجار و بازرگانان و تجار چند طایفند قومی آنند که از خزانه بالش گرفتند و قرار نهاده که سال به سال چقدر با خزانه رسانند و آنچه به تازگی ارتاق می شوند و در عهد گذشته پیش از جلوس مبارک او ارتاق معتبر را ارتاقان معتبر را یرلیق و پایزه بودی و هیچ صنف از ایشان محترمتر و محتشمتر نه بعضی را اولاغ بودی و از عبارزات مسلم چون نوبت خانیت به دور رسید و کلید پادشاهی در کف سیاست و معدلت او نهادند فرمان شد که جمعی بازرگانان را پایزه ندهند و نگیرند تا ایشان را از متقلدان کارهای دیوانی میزی و فرقی باشد میزم از همون تمییز و ممیز و اینا میاد تمایز و اینا و اولاغ نشستن خود از جاده معدلت نیک بر کرانه است هم بدان سبب رعایا را زحمت ندهند و چون ایشان پیوسته به کسب خود مشغولند هر کس در موضعی که در شمار آمده باشد آنچ نصیب او باشد از معن با زیر دستان متساوی باشد و بر ایشان تطاول و تفوق نجوید یعنی خلاصه از لحاظ اداری سیستم رو ساده کرد درسته؟ آره در مجموع و گروهی آنند که متاع آورده اند تا با خزانه پادشاه معاملت کنند و این جمع نیست چند صنفند پس یه سری آدم ها بودند که در واقع به صورت های مختلف وام گرفته بودند بعد اصل و بهرش رو در واقع برمیگردوندن اون قسمت ادمینستراتیوش رو یه خود ساده کرد چیزای میانی رو برداشت یه گروه دیگه هم آنان که متاع آوردند تا با خزانه پادشاه معاملت کنند و این جمع نیست چند صنفند بعضی جواهر را قیمت کنند و طایفه جامع را و چند کس حیوانات را و بر این قیاس و قومی آن باشند که جامهایی که در ممالک مقرر است ایشان باز خواهند و محافظت نمایند یعنی چی؟ مطمئن نیستم یعنی چی در ممالک مقرر است؟ آره اصلا جام یعنی چی؟ یعنی من نفهمیدم من جامه دارم جامه هایی و حالا اون یعنی چی؟ آره این کلیدش که من توی جمله قبلی است که و این جمع نیز چند صنفند بعضی جواهر را قیمت کنند و طایفه ای جامع را و چند کس حیوانات را آها بازخواهند احتمالا شاید معنی بازخواست باشه یعنی درباره اون پرسجو کنند مستوفی جامع از ممالک یعنی قیمت ها شهادی یعنی قیمت جامع را اونا تعیین کنند یا آمارشو نگه دارن
چون اینا کسایی که قیمت نگه میدارن دیگه، درسته؟ همین رضا مهرکی توضیح نداده؟ و جمعی فرویات، فرویات هم ظاهرا یعنی پوست حیوانات، از سنجاب و قاقم و قاقم و سمور و مانند اون. و دوسه نقود را از زر و نقره. این دوسه را من را کردم تنها معنی که داشت یعنی خرمن کوبیدن، خب ولی فکر کنم جو دوسه نقود را از زر و نقره یعنی ضرب سکه فکر کنم. شاید هم همین رضا، شاید هم همین حسین. دوسه یعنی دوسه نفر، دوسه نقود را از زر و نقره. حالا جدا نوشته، دوسه نوشته و دو سه نقود رو از زن نقود یعنی چی؟ دو سه نفر نقود رو از زن نقود. آها. آخه من دیگه چون حمزه داره اون بالا متن ما، دو سه ای مثلا. آره ولی اونجوری هم میشه. نه اونجوری هم میشه. میگه و جمعی فرویات و دو سه ای یعنی دو سه نفری. نقود رو از زن نقطه نقره. آره آخه نه دو سه ای نیست. دو سه ای مثلا خونده میشه. نه دیگه اون دو سه ای هم میخواست بنویسه همینجوری مینوشت دیگه. آره. آره. در زمان قدیم اینجوری می نوشت. من مثالش رو زیاد داشتیم که آره خب اینو من درست دارم. خیلی خوب حالا به اصولت و همچنین جدا جدا از جهت التم به هر حال یه لغت دوسه هم یاد گرفتیم دیگه، دوسه. و همچنین جدا جدا از جهت التمغا زدن یا التمغا زدن و پایزه دادن و زرادخانه و خیلی به کار خیلی. و خیلی به کار پرندگان و و خیلی به کار پرندگان و دوندگان شکار و صاحبان. دو سه نفر رو گذاشت تو کار زر و نقره، یه خیلی هم گذاشت به کار پرندگان و دوندگان شکار و اصحابان. و یک تو که از کار ائمه و سادات و فقرا و نصارا و اخیار هر ملتی می‌سازد. یه ده مسئول سطور بودن، یه ده مسئول ائمه و سادات. نه جالبه یک دو که از کار همه اینا انجام دارن، ولی پرندگان و دوندگان و به در واقع اون سازمان دوران محیط زیست اون موقع دوران در واقع در اوج بوده اون موقع، ولی اوقاف در دوران حزیز بوده. و فرمان در اون جملت نفاذ. آره فقرا یعنی چی اینجا؟ فقرا هم فقرا عادیه، چیز دینیه دیگه، دراویش. فقهای دراویش. آره. و فرمان بر آن جملت نفاذ یافته که این جماعت از شایبه ریا و زیادتی طمع تسون و تحرس نمایند، یعنی این مستوفیان و معدیان، و کس را موقوف ندارند و به زودی حال هر یک به سمع همایون میرسانند و از همه نوع کتبه ملازمند، از کتاب پارسی و اویغوری و فتاوی. احتمالا ربا باشه امیر حسین، تو نسخه من هم رباست، از شعبه ربا ریا. آها نه من اشتباه خوندم، من هم ربا دارم، اصلا ریا رفتی حالا ریا هم میشه ولی ربا بهتره. از شعبه ربا و زیادتی طمع تسبن و تحرس نمایند و کس را موقوف ندارند و به زودی حال هر یک به سمع همایون میرسانند و از همه نوع کتبه ملازمند، از کتاب فارسی و اویغوری و ختایی و تبت و تنکوت و غیر آن، تا هر گه که به موضعی مثالی نویسند به زبان و خط آن جماعت استعار افتد. ذکر پادشاه، حرکت پادشاه زاده جهان هلاکو به بلاد غربی. آنکه با بخت بیدار حلم و وقار یاد داشت و با دولت روزافزون مزیت عقل رهنمون، با رأی جهان آرای او آفتاب را، من فکر میکنم این هست روعایی نیست، روعایی نیست به معنی حسن منظر، روعا. خب این چرا پس فتحه گذاشته روی چیز؟ احتمالا تلفظش اونجوری باشه که تو میگی. یه پاورقی هم خط و پرفه با اصرار روی ره میبینی دیگه روی اسکرین رو. حالا من میخونم رو وعا و با وجود شاید هم رو آ و با وجود جود او صحاب را نبا اینم. خانان چین و ماچین کجا اند تا آیین شاهی آموزند؟ سلاطین پیشین چونند تا قدرت الهی بینند؟ قیاسره روم به شرف ادراک خدمتش
اگر مستسعد گشتندی از تربیت او ترتیب جهانداری آموختندی و اکاسره فرس و فراعنه مصر اسباب جهانگیری از آراء و عظمات او اندوختندی. پادشاه روی زمین من کوقان چون از شمایل برادر خیش هولاکو مخایل جهانداری میدید، مخایلم معنی اصلیش یعنی ابرهایی که نشانه باران هستند و به مجاز یعنی علامت و نشانه چیزی، هر چیزی. از شمایل برادر خیش، کلمه قشنگی، از شمایل برادر خیش هولاکو مخایل جهانداری میدید و از عزایم او، یعنی از عزمهای قوی او، مراسم جهانگیری تفرس می نمود، یعنی برداشت می کرد. در قوریلتای بزرگ بعد ما که بر تخت خانی تمکن یافت و خاطر از کار اصحاب اقراز و حساد فارغ کرد، بر استخلاص اراضی شرق و غرب عالم همت مصروف نمود و ابتدا قوبلای را به جانب شرقی که از خطای بود روان کرد و بعد از آن در شهور سنه 56 بر ترتیب و تدبیر مصالح برادر دیگر هولاکو اقبال نمود و او را به ضبط جانب غربی نامزد فرمود و بر منوال تنفیذ تنفیذ قبلای از لشکرهای شرقی و غربی از هر 10 دو نفر معین شد و از پادشاه زادگان یعنی چی بر منوال تنفیذ قبلای از لشکرهای شرقی و غربی از هر 10 دو نفر معین شد، یعنی چی؟ و از پادشاه زادگان یکی برادر خردتر سبطای اغول را در مصاحبت او موسوم کرد. میگه از لشکرهاش 20% لشکر رو دادن قبلای دیگه، دادن ببخشید آره نه میگه همون، میگه همون جوری که به قبلای لشکر دادن به هولاکو هم 20% لشکر رو دادن، از هر 10 دو نفر نامزد کردن. آخه اون پس چرا میگه لشکر شرقی و غربی؟ منظورش فکرم کل لشکر هست، از 10% به این 10% به اون مثلا، یا 20% به این 20%. آها. و از پادشاه زادگان یکی برادر خردتر سبطای اغود را در مصاحبت او موسوم کرد و از جانب باد پادشاه زادگان یک اونجا باید یه مکسی بکنی فکر کنم، میگه از لشکرها 20%، از پادشاه زادگان هم یک، یه دونه از پادشاه زادگان یکی از این نجابار هم فرستاد باش. کیه حالا سبتایی؟ خب باشه، پس پادشاه زادگان یکی برادر خردتر سبتای اغول را در مصاحبت او موسوم کرد و از جانب باتو بلقای پسر شیبقان و توتار اغول و گولی را با لشکرها که از قبل باتو بودند روان فرمود و از قبل جغتای تکودار اغول پسر موجی اغول و از جانب جیچکان بگی بوقاتیمور را با لشکر قبایل اویرات و از دامادان و عمرا و نوینان بزرگ از هر طرفی جماعتی بزرگ تفسید اسامی ایشان تطویلی تمام داشته باشد موسوم کرد و به جانب خطای ایلچیان را به طالب استادان منجنیقی و نفتنداز روانگردانید. از خطای 1000 خانه خطایی منجنیقی آوردند. 1000 خانه خطایی منجنیقی آوردند. یعنی چی؟ منجنیقی میگه آدم نیست. 1000 خانه خطایی منجنیقی آورده، شاید آدم منجنیق باز خونگی اهل خطا، اهل خونه... خانه خطایی اهل خطا باشه. خونگیش چی بود؟
ساکن خطا باشه، خانهش خطا باشه. بیشتر میخوره اون خانه چیز باشه، واحد شمارش باشه، 1000 خانه. اما خیلی خب وقتی آدمه شاید هم منجنیقی مثلا چون که چیز ارتشی فکر میکنم، نه فکر میکنم نمیدونم حدسمه ها، ولی منجنیق شاید یه قسمتش اسمش خطایی بوده. نه نوشته به جانب خطایی ایلچیان رو به طلب استادان منجنیقی و نفتن فرستادشون به ملک خطایی که استاد منجنیق و نفتن. آره قبول دارم تا اینجا رو. آره خب دیگه 1000 خانه، شاید هم 1000 خانه خطایی منجنیقی آوردن. نه پس اینجوری میشه، ببین خطایی منجنیقی همون استاد منجنیقیه، خب خانه هم یعنی مثلا با ایلوکسشون اومدن. شاید خانه واحد منجنیق باشه، تعداد 1000 تا منجنیق آوردن با منجنیقی ها. نه آخه پس خطایی اون مثلا چی کار میکنه؟ شاید هم بعد حرف علی به نظرم درست داره، 1000 رأس منجنیق انداز آوردن، استاد منجنیق انداز به همراه بنابراتشون. آره دیگه بعد اونم میوردن دیگه. ببین میگه 1000 خانه خطایی منجنیقی آوردن که به زخم سنگ سوراخ سوزن را منفذ جمل میساختن. یعنی فهمیدیم حمید، یعنی این تمام این توصیف اون آدم هست. آره مهارت مهارت. نه به نظرم حمید درست میگه. چیه؟ چیز منجنیق این و نه توصیف استاد. منجنیقا به زخم سنگ سوراخ سوزن رو منفذ جمال میساختن. نه استاد منجنیقی، استاد منجنیقی همچین چیز داشت، مهارت داشت که سوراخ سوزن رو میزد. استاد منجنیقی این کارو کرد. آره افسر توپخانه بودن ها، زن رو اونقدر گشاد میکرد که شطور ازش رد بشه. خیلی کار سختی بوده. منطقه بگیم رابین هود مثل... نه آه. مثل اون یارو منجنیقیه بود توی چیز تاریخ بیهقی. یه یارو همچین با سنگ وسط پل زد. آره این هم چیزی بوده با لوجستیک میکردم. خب منجنیق هایی که به زخم سنگ سوراخ سوزن منفذ جمل میساختن و تیرهای منجنیق به احکام پی و سریشم استوار کرده که چون از حزیز عزم اوج کند راجع نگردد. این هم تکنیک چیزشونه دیگه. آره دیگه با روغن و سریش سفتش میکردن. حالا که راه رو بود چرا نه اون پیه با پی فرق میکنه. پی مثل همون چیزای ساختمونی میمونه علی. آخه با پی که نمیتونی تو چیزی رو استوار کنی که. نمیتونی هم با ساروج نمیتونی. نه آخه ساروج اون ماده ای که تو پی میریزن، پی یه قسمت از ساختمونه. این فکر کنم همون پیه، یعنی روغن و سریش دیگه. آقا پی نگه هی نداره. نلوزوما پیه درسته. پیه آقا پی نگه سفت میکنه، آقا چرب میکنه. چرب میکنه مثلا با سریش سفتش میکردن، با پیم چربش میکردن کسی بالستیکش بهتر بشه. یه تکنیکی داشتن خلاص. میتونه از حدیث از آج کنند راجع نگردن، یه منحنی کامل بره، یه مثلا مقاومت هوا کم بشه جلوش. من فکر میکنم پی مسئله ساختمونی، حالا بعدا بیشتر تفصیل میکنم. بعدا مقدمه ایلچیان بفرستادن تا از کوه تیاب، حالا مثلا که میان قراقورم و بیشبالیغ است، چندان در طول و عرض ممر عساکر پادشاه جهان در حساب بود، علفخار و مرغزارها گوریق کردند و از چرانیدن چهار پایان محفوظ گردانید تا علفخار خار نگردد. گوریق همون گروق الان امونه دیگه احتمالا. آره دقیقا. و مرغزار را آزار نرساند. تمامت کوه و دشت چون باغ و بستان محفوظ و ممنوع شد
و دندان دباب و معاش مباشی از رعی آن مقتوع گشت. دباب و مباشی هم که یعنی حیوانات و چارپایان، رعی هم یعنی چریدن، رعی هم از هم جمعیت یعنی چوپان. خلاصه دندان دباب و مباشی از چریدن اون مرغزارها بریده شد و تمامت ممالک ترکستان تا خراسان و اقاصی و روم و گرجستان گیاه حکم ولا تقرب هذه الشجره گرفت، به حدی که هر کس یک برگ را از آن برگ چهار پای می ساخت ترک چهار پای می بایست گرفت، تا به حقیقت گیاه گناه گشت و از سبزی سیری حاصل شد. جناس جناس گیاه گناه و سبزی جناس. سیری هم جفت جناس خطه، اصلا این جناس خط دیوونش کرده. آره دیگه از چهار عنصر خسته شده رفته. برگ و با ترک، برگ و با ترک هم این همی بیماری بوده دیگه. اونجا دیگه دوزش بالا گرفته دیگه، با چهار آخشیش حال نمی کرده زده تو کار جناس خط. و ایلچیان روان شدن تا لشکری که خدا بهش رحم کرد مرد، وگرنه این اواخر کار دیگه ببینید حرف عادی نمیتونسته بزن. همش داشته فکر میکرده چی و چی بگم که چه جناسی داشته باشه. و ایلچیان روان شدن تا لشکری که بودن از مرغزارها و علفخارها به مواضعی که نه ممر مواکب پادشاه باشد تحویل کنند و تاجوب و لشکرهای جورماغون به روم روند و جهت علوفه حشم و لشکر از تمامت ممالک فرمان شد تا هر سری یک تغار آرد که 100 من باشد و 50 من شراب که یک خیک بود مرتب کنند و عمرا و اصحاب اطراف هر که بودند به علوف سازی و ترتیب ترقوب و نزل مشغول گشتند و منزل به منزل نزل می دهادند. این دیگه جناسه مثلا دیگه نمیدونم چیه. و عمرای مغول و مسلمان مادیان گله ها می آوردند و نوبت به نوبت قمیز می ساختند تا به امیری دیگر می رسیدند. و آنجا که ممر پادشاه جهان در حساب بود، فرسنگ به فرسنگ از خار و خرسنگ خالی می کردند و بر رودها و جویها پل می بستند و در معابر کشتی ها آماده می کردن و از آوازه حرکت او سکون و فراغت از جهان برخاست. آنچ معاندان بودند از ترس بعث و صورت او نمی قنودند و آنچ ایل بودند از ترتیب لشکرها و آلات سلاح و علوفات نمی آسودند. چون پادشاه زادگان و نوینان معین شدند و لشکرها از هزارها و صدها موسوم گشتند و بر سبیل یزک کیدبوقا که منصب بابورچی داشت که دیشب بحثشو کردیم روانگشت و بهار شهور سنه 560 از گنچه زمستان بشکفت و روی زمین از قسمت الوان ریاحین. بچه یکی لطفا میوت کنه اگه صحبتی نداره. مثال پرتابوس گشت و زمان از خوشی گلشن شد و ریاض از غایت تراوت و نظارت تازه و خندان و هیاز بعد از بسنگی و تشنگی سیراب و گشاده انان. گلها درفشان و سحاب درفشان، بلبلان بر خان گلستان سناخان و پیران از استنشاق روایح و فوایح گلها باز نوجوان گشته. بر رسم ودا ترتیب جشن ها ساخت و به اردوی پادشاه جهان شد و از جانب دیگر علیق بوکا حاضر آمد و پادشاه زادگان و خیشان که در آن نزدیکی بودند تمامت در موافقت به بارگاه قراخور چون سریا جمع شدند و هر یک از ایشان به نوبت نوبت توی یا توی می کردند، یعنی جشن می گرفتند و بر رقعه تماشا قرعه هوا می انداختند. روح و قرآن داری دیگه.
و جامه ها می نوشیدن و به یک لون جامه ها می پوشیدن و جامه ها می نوشیدن و به یک لون جامه ها می پوشیدن و در تضاعیف آن از کلیات امور اهمال نمی فرمودن تا بعد از یک هفته که عزیمت انصراف به اردوی خاص مقرر شد، پادشاه جهاندار بر حسب همت آسمان مقدار بفرمود تا خزاین و جواهر و نقود و ثیاب بگستردن و از گله ها و رمه ها مراکب و حمولات گزین کله ها یا گزین کله ها بکشیدن. اینجا هم توی پاورقی نوشته که مقصود از این کلمه و اصلا از چگونگی تعریف این جمله درست معلوم نشد. علامه قزوینی. حالا اگه گزین کله بخونیم یعنی حمولات خوشکله رو بکشیدن. و هولاکو و خباتین و پسران او را جدا جدا جهت هر یک حصه‌ای بفرستاد که زمین از حمله آن گرانبار بود و جهان از آن سبکسار. و عمر رو بنی گفته پیش خودش گفته آقا با اون گله باید یک کله بیارم. حالا میخواد معنی داشته باشه. دقیقاً درست فهمیدی. کاملا همینه که گفتی. اصلا الان ما منطقش رو تو فهمیدی فقط. دغدغه‌شون گله است. اصلا دیگه دغدغه دیگه ای نداره. و عمرا و نیگنان رو که در خدمت او بودن با تمامت حاضران لشکر به تشریفات مشرف فرمود. و روز شنبه دوم ربیع الاول سنه 51 و 600 یعنی 651 بر مرکب عز و اقتدار عنان مراجعت معطوف گردانید و چون به اردوی خاص نزول فرمود جهت ترتیب احوال و تحصیب مصالح رجال یک چندی توقف فرمود. چندانک نایره هوا تسکینی گرفت و در آن مدت پادشاه زادگان به اسم وداع او می آمدند و نزدها می آوردند و پادشاه زاده هولاکو هر یک را بر قدر منزلت با مبرات و سلات باز می گردانید. تا 24 شعبان سنه 51 و 600 به طالعی که سعادت را مشرق بود از مرکز دولت اردوی خاص بر عزم سفر مبارک اقبال نمود. ظفر در پیش ترقو گویان و نصرت بر یمین و یسار پویان و فتح از عقب دوان و جومغار عقول را که از راه منصب سبب مادر که از خاتونان دیگر بزرگتر بود قایم مقام خیش بر سر اردو و لشکر نصب فرمود. از پسران بزرگتر اباقا، این همون اباقای فکر میکنم که بعدا چیز شد خان این خان شد شاید و یشمت را در مصاحبت خیش نامزد کرد و لشکرها هر کجا بودند از مواضع خیش در جنبش آمدند. صدا میاد؟ بله بله. از هیبت آن آوازه کوه در زلزله و دلهای پادشاهان در ولوله میافتاد و پادشاه آهسته آهسته میخرامید و پادشاه زادگان بلغایی و توتار در مقدمه میرفتند و دیگران از یمین و یسار میشتافتند. یوسار و توتار هم داریم، میدیم که داشته باشیم. و در راه تابستان و زمستان به تدریج حرکت میکردن. چون به حدود المالیق رسید، خباتین اولوغ ایف چی بود؟ اردوی باتون. کی بود؟ جغتای. اردوی جغتای. خباتین اولوغ ایف و اورقین خاتون به خدمت استقبال نمودن و جشنا کردند. چندانک رایات همایون از آن حدود گذر فرمود، صاحب اعظم مسعود بک و عمرای ماوراءالنهر در خدمتش قیام نمودند. این المالیق الان ترکستانه، مکان جغرافیاییش؟ سوال خوبیه.
جلد اول داشتیم. آره داشتیم. فکر کنم از ماورا و نهر اونورتره، شرقتره، جاییست بین مغولستان و سربستان و اونجا. چون خب. به شدت جای مغولیه دیگه، یعنی ترکستان الان وارد از المانیخ که رد شد وارد ترکستان شد و تابستان شهور سنه اثنتین و خمسین و ستمعه، یعنی یه سال گذشت 652 در یایلاق مقام ساختن. چندانک صورت حرارت آفتاب بشکست حرکت کردند و شعبان سنه ثلاثه و خمسین و ستمعه را در مغزال کانکل به در سمرقند نزول فرمودند. خیلی بس خوش می اومده بس خودش، اصلا مغلوار نمی اومده. آره دو سال طول کشید تا تازه از اون ور ماورانه اومد رسید به سمرقند. صاحب مسعود بک یک خیمه نسیج که قشاع آن نمد سفید بود برافراشت و قرب 40 روز در حوالی آن مقام بود و کار طلب و عشرت با نظام، و در اثنای آن از آنجا که عادت سپهر بیمهر باشد برادر او سبتای اغول گذشته شد و خبر واقعی برادر دیگرش از طرف بالا در رسید. از طرف بالا این پایین نوشته از طرف بلاد. بدین دو واقعه سخت متأثر گشت و غایت متفکر. آن ماه که رمضان بود چون به آخر کشید، قره ماه شوال بر عادت سیورمیشی کردند. چرا سیورمیشی کردند؟ بر عادت عید فطر گرفتن دیگه. آخه مگه مسلمون بودن؟ آها بر عادت، یعنی کسایی که تو منطقه بودن. نرمالی خطای مغرب، ملک خطای مغرب، یعنی ترکستان. حالا هولاکو اینا که مسلمون نبودن که میشه بر عادت سیول میشی کردن. یه یواش یواش نفوذ مسلمون زیاد شده دیگه، وقتی که ائمه و فقرا توی دربار مسئول چیز دارن دیگه، بعد آخرش رمضان هم سیول میشی میکنن دیگه. آره دیگه. و کار عیش و خوشی از سر گرفتن. و در این حالت محمد ابن مقداب بدون نقطه یعنی چی؟ این بدون مقداب و ظاهرا تو متن بوده، چون پایین داره توضیح میده که آقا اینو ما بدون نقطه هیچ جوری نتونستیم تصحیحش کنیم. آها. ولی یکی از ملوک هراته. آها. پیشتر از اقران و اکفا به بندگی خدمت استقبال به بندگی خدمت استقبال تلقی کرد و به انواع عاطفت و اکرام از میان انام ممتاز شد. چون از آنجا کوچ کردند تا به کنار تفاوت وسط حرفت امیر حسین، تفاوت نسخه برداری و تصحیح قزوینی رو با یا حقی در نظر بگیریم. قزوینی مثلا همین محمد ابن هرچی که هست مطمئن نشده تو نسخه جوری نبوده، همون جوری بدون نقطه آورده توی متن اصلی. اون وقت یا حقی مثلا این کی بود یارو دوستش عربی دانه یه حرفی زده، دامغانی مثلا بهش گفته این اطورا اینجوری باشه، تو هیچ نسخه ای اون کلمه نبودا، اون کلمه دامغانی آورده بود انگار. نگو گفت اصلا دوستون یه نسخه ای باشه لام هست. آره چی بیرم دیگه به تو بگم، من تمافیش دو سه سال پیش یه مصاحبه ای داشتم برای کارشناس رسمی دادگستری، بعد یارو یه چند تا سوال، چند نفر بودن دیگه، یکی از سوال رو بلد نبودم، بعد به یارو گفتم که یه متخصص رادیولوژی بود راجع به دستگاه رادیولوژی دیجیتال یه سوالی پرسید نمیدونستم، بعد بهش گفتم که شما قزوینی رو میشناسی؟ بعد گفت که نه. بعدش توضیح دادم که همچین کسی از کار دیوان حافظ رو تحصیل کرده، همچین آدم اینجوری. بعد گفتم قزوینی یه جمله‌ای داره دیگه، من اگر یک جایی اومدم مثلا اسم خدا رو بنویسم از روی حافظه نمی‌نویسم، این سجلمو درمیارم نگاهش کنم نکنه. این جمله معروف قزوینی
گفتم من اگه با پیکارم افتاد حتی این کاتالوگش رو نگاه کنم، دستورم رو نگاه کنم، این راجب دیجی سوالی که پرسید راجب دیجیتال جمعش کنم، اینجور جمعش کنم. خود آقا من الان نمیدونم، ولی واقعا اگرم بدونم ماست کاتالوگ رو نگاه میکنم. آره اگرم این مستلوک رو نگاه میکنم یه چیزی از توش در بیارم. خیلی روح چیز روش کاملا علمی داشته، خیلی خیلی روش، یعنی علمی مدرن. الان اگه بود با این مسائل جدید دیگه فکر کنم عمرش خیلی ادامه پیدا نمی‌کرد. همش می‌خواست تحقیق کنه. تا به کنار کش انان کش نکردن. اما یعنی چی؟ انان کش یعنی انان اسب میکشی که وای میسته. شاید هم تا به کنار کش انان اون کش یا کش اسم جاییه. اسم جاییه آره. تا به اونجا نرسیدن ما نستادن. ما نستادن. توقف نکردن. آره. حالا کش کجاست رو نمیدونم. بعد از منزل امیر ارغون و اکثر اکابر خراسان برسیدند و پیشکش ها کردن. عجب کش کشیه. دارن هی کشش میدن احساس. بره. و مدت یک ماه در آن مرحله اقامت نمودند و از آنجا بر عزم عبور تبل حرکت بکوفتند و در جنبش آمدند. در آن مدت که از یایلاق مباکب میمون در جنبش آمد، فرمان شده بود تا تمامت صفاین را با ملاحان موقوف می کردند و از کشتی پل می بستند. تا آن وقت که موکب پادشاه برسید، حشم بی زحمتی عبره کردند. پادشاه در باب ایشان مرحمت فرمود و باجی را که از کشتی ها در ممرها می ستدند ببخشید. و چون آن باج وضع شد، بار از دل عبره رفع گشت. و چون لشکر از آب بگذشت، پادشاه به تماشا بر کنار رود توفی می کرد. خود شیران بسیار در آن بیشه بودند. فرمود تا لشکر بر مدار بایستادند و نرکه بستند. اسبان از هیبت شیران هراس می‌یافتند. بر بختیان مست سوار شدند. یا بر بختیان مست سوار شدند. که نمی‌دونم این چی. و 10 شیر مرغزار را شیران کارزار شکار کردند. به حکایت سلطان مسعود ابن محمود را به 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 افسانه کردن. به به از آنجا که شاعر صفت می کند بختی، بختی یه جور شطوره. آها بر بختیان محص یه جور شطوره. از آنجا که شاعر صفت می کند من کان یسقاد و فی رکدن سمانیتن من از وراغمه هانت اندهل بشرو. این شعر مال بوسهل زوزنی ها. عجب. آره این اون آره. چیز گرفته و تنهایی خودش 9 تا شیر گرفته بود. آره. بعد بوسهل زوزنی این چیزو گفت. بوسهل آره. زوزنی این گفته من جملت ابیات لابی سهل زوزنی یمده به حس سلطان مسعود ابن محمود و یصف قتله سمانیت اسود فی یوم واحد. انظر تاریخ البیهقی طبع تهران. انظر تاریخ طبع تهران. ای بر اینو فکر کنم قزوینی خودش نوشته. آره آره صد درصد. حال میکرد از جا عربی بنویسه. هشت تا شیر امیر حسین نه 9 تا. یک شکم کرد سمانیت علی گفت 9 تا. آره 8 تا سمانیت یعنی 8. بله درست. ولی خلاصه این 10 تا زد دیگه پوزنی. آره. روز دیگر از آنجا کوچ کردند و به مرغزار شفورقان نزول کردند. بر عزم آن که زیادت مقامی نیفتد، خود روز عید اضحی یعنی عید قربان برف آغاز نهاد و تا 7 شبان روز متواتر میغ از آن بقاع انقشاع نپذیرفت و آن زمستان دراز در کشید و برودت هوا و شدت سرما به حدی انجامید که تمامت اقالیم حکم بلاد و فلج گرفت و از شدت برودت چارپای بسیار تلف شد. و 2-3 بیت که از اردوی بزرگ
از مقام قراقور به پدرم تا و فراه نوشته بود پس به حال شد. و ریحو قد وربت من فوق ها متنا خیام فلجن بلا حبلن ولا عمد. من ندارم چیزو دم دستم، حمید اگه ممکنه بخون. میگه باد بر فراز سر ما چادرهایی بدون ستون و ریسمان از برف برافراشت. این شعر مال خود عطاملک درسته؟ احتمالاً پدرش دیگه. آره خطاب به پدرش. پایینم نوشته پدرش. یعنی نوشته بودم اون پایین نوشته. آره آره این رفته اون سری اول که رفته اردوی بزرگ، من یه چیزی هم یادم میاد که میگفت آره رفتن تو برف گیر کردن. آره آره, آره. این اونجا یه شعری برای باباش نوشته که الان البته رفتی به این داستان نداره چون باباش مرده، ولی داره اون شعر رو میخونه. آره میگه اون شعر حس به حال شد دیگه. آره دیگه یاد اون شعر افتادم که الان میاد. سهامها نافذاتون ان ملابسنا نفوذ و سهمن لقد گرمیه رو حسده. تیرهایش از جامعه های ما نفوذ می کرد همانند نفوذ تیری که انسان حسود می افکند. ولو تعان غذات الخال مختلسون تراهما واحدن من شدت البرده. و اگر با زیبا روی پنهانی هماغوش شود آن دو را از شدت سرما یکی می بینیم. و ریقو قد کون فی الافواه منجم دا یعنی چی؟ لو لا حرارت و نار شوق فی الکبده. اینو گفتم فکر کنم ادامه من دوتا رو با هم گفتم. میگه اگر گرمای آتش شوق در جگرها نبود آب دهان در دهانها یخ میزد. آره همون این وریق قد کون فی الافواه منجم دا من یادم چیزش کنم که میگن فلان چیز در فلان جای فلانی آلاسکا می شود. یه چیز شبیه اونه. و ریقو قد کان فی الافواه، یعنی ریق تو شکمشون یخ می زنه. نه در دهنشون. در افواهشون. ریق تو دهنشون آلاسکا می شود. ریق یعنی چی یه بار دیگه؟ یعنی آب دهن؟ آب دهن در دهانها یخ می زنه. و امیر عرب... من ندارم معنیشو. نه دیگه تموم شد دیگه. تموم شد. آره دیگه. و امیر ارغون در این منزل خیمه بزرگ از کرباس منقش به نقش‌های لطیف و با آن مجلس خانه‌ای که ملایم آن بود از اوانی زر و نقره بنهاد و خدمات بسیار به تقدیم رسانید و از آنجا به حکم فرمان متوجه حضرت منکوقاان شد و پسر خود کرای ملک و احمد بیتکشی و محرر این مقالات را در خدمت پادشاه به تدبیر مصالح ملک خراسان و عراق نصب فرمود. و چون اینجا عطاملک بس اومد توی دستگاه چیز هولاکو. آره خواجه نصیر کجاست الان؟ حالا هنوز دکشتن نده. سوال قشنگیه. و چون صبح نهار بهار از شب یلدای زمستان بدمید و سبزه بهار و ازهار از لبان صحرای مرغزار بجوشید و ربی ربا آراست و دنیا دیبای هفت رنگ پوشید و بستان پستان میغ نوشید و این ربایی که در هنگام ربیع سن اتفاق افتاده بود ملایم افتاد. دیگه حالا اینم پست گرفته و از خودش شعر میاره. شعرهای من تو چون کرد بهار جشن حسن آماده بلبل ز خوشی گرفت راه ماده. ببینم ربیع سن منظورش جوانی خودشه دیگه. آره دیگه آره. چقدر بیت بارد خنکی بود واقعا. بلبل ز خوشی گرفت راه ماده. خلخاله میفته که جفتگیری راه زنی پیش گرفت. کوروش بدبخت. ما راه باده داریم به جای ماده. آخه بلبل که باده نمیخوره که مست نمیشه. حالا این چیز معروف خلخالی رو، کتاب کوروش کبیر خلخالی رو
دو نفر یه مثلا نقشه ای بهش نوشتن، خب همون زمان یکی سعیدی سیستانیه، سعیدی سیرجانیه، یکی باستانی پاریزی. این سعیدی سیرجانی با همون لحن آتشین خودش به فوش کشیده چیزو خلخالی رو. خب بعد باستانی پاریزی یه چیز خیلی ملایمی نوشته، یه سری شواهد و قرائن خیلی منطقی آورده، آخرش هم میگه که به نظر میرسد خانش جناب آقای خرخالی غلط باشد و همان خانش رایشتر یعنی راهزنی درست باشد. مورده همین بود که باستانی و مرگ طبیعی مرد. دقیقا. خب برخیز طلوع شادی اهل تموز در سایه بید آفتاب ساده. چقدر واقعا خنک بود این بیت. خودش میگفت موقعی که جوان بودم پخی نبودم، راست میگفته. الان خوب شده. خب چقدر دیگه بخونیم؟ این صفحه هم بخونم، نصف صفحه است. و چهار پایان انتعاش یافتند و بر عزم جهاد و اقلاع قلاع الهاد به عقد رایات و به عقد رایات و بنود و احتشاط جنود اشارت راندند. تمامت لشکرها حالا این میخوان حمله کنن به چیزا قلاع الهاد اسماعیلیه. میگم اینا از طنز روزگاره که یه همچین شاعر بنتومونی این همه قصیده سعدی در متنش گفته. حالا این شعرش بد بود بابا، باید پیداش بود. فاجعه بود این آخه. من خدا کلا نثر نویسه، شاعر نیست. آره شاعر نیست. خب نباید می آورد از خودش. آره نه اینکه این همه شعر خوب دیده میدونه که شعر خودش مال نیست. این همه نظامی و فردوسی و نمیدونم انوری و اینا حفظی مرد حسابی. چه مزخرفی رفت بود دیگه، حتما یه مثلا دو بیت شعر داشته باشه از خودش. آره اما عربی حالا خوب بود، نمیفهمید این درست چیکار کرده. تمامت لشکرها که در حدود بودند از ترک و تازیک مستعد گشتند و چون قصبه تون هنوز از روی صورت زبون نگشته بود، نش از روی صورت زبون نگشته بود یعنی ظاهرا زبون نگشته بود، یعنی باطنش که زبون بود. آره اون هم همون تون و توسط دیگه لابد ها. بله بله. و همچنان بر سر زلالت قدیم بود، ابتدا قاصد آن شد. قصبه تونم لابد اسماعیلیه بودن. و در اوایل ربیع الاول به طالع مبارک مراکب فتح و ظفر بارگیر مراد ساخت. چون به حدود زاوه و خاف رسید، آرزه ای سایه افکن. کوکا ایلکای و کیدبوگا و امیران دیگر را نامزد فرمود تا چون آنجا رسیدند رنود آنجا مقاومتی کردند. تا هفتم روز که لشکر بر حصار رفتند و باره آن را با زمین یکسان کردند و تمامت مردان و زنان را به صحرا راندند و از ده ساله تیر بالا قدش وازی قد یه دونه تیر کمان باشه. از ده ساله تیر بالا تیر کمان بزرگتر باشه دیگه اینا رو از بین بود. تیر بالا مگر زمان داشتیم اینو. شاید جلد اول داشتیم همه رو کشت اونه که قدشون از تیر بیشتر. آها. مگر زنانی را که جوانتر بودن نگذاشتند و از آنجا کامیاب و کامران با بندگی شاه جهان آمدند و عزم توس کردند و ربیع الاخر به جنح الفقرای توس همچنین چیزی؟ یه منطقهی در نزدیکی توسه؟ میگه مقصود از آن به هیچ وجه معلوم نشد، در سطح بعد هم تکرار شده. مثلا دارال مثلا میگن امال قرآن، مثلا میگن چی میگن؟ اسم شهر ها میگن مثلا دارالایمان مثلا قم، دارالایمان مثلا صابه وارد شدن، مثلا یه همچین حالتی فکر می‌کنم. امیرحسین الان معنی اون چیزه مشخص میشه، چون قصبه تون هنوز از روی صورت زبون نگشته بود، یعنی هنوز
نابود نشده بود فکر کنم، بعدا نابودش میکنه، از روز زمین برش میداره. آها آها. و به جمع الفقرای توس بر در باغی که امیر ارغون بنا نهاده است خیمه نسیج زدند و جمع الفقرا مجمع الامرا گشت. پس حدثمون درست بود با این توصیف که در واقع توس رو تحقیر کرد دیگه. خیمه نسیج زدن مثلا حالا خیلی مهمه. آها، نسیج به عربی جامعه حریر زربافته است، مخفف نسیج و ذهب و الحریر. این میگه در خیمه بافته شده مقابل چادرهایی که از نمد درست میشده است. جنح الفقرا هم پناهگاه فقرا و نیازمندان. و آن خیمه بود که پادشاه جهان منکوقا آن جهت برادر خیش اشارت فرمود. آه این سفر هم بخونیم تا سر تیتر برو دیگه. تیتر که مونده به تیتر کجاست؟ از رو نسخه من دو صفحه میدم. خب باشه تو سر تیتر میدم. سلام علی برو با. تا امیر ارغون ترتیب سازد از حکم فرمان اساتذه کاردان. اشارت فرموده بود تا امیر ارغون ترتیب سازد از حکم فرمان اساتذه، یعنی استادان کارخانه ها را جمع کردند و مشاورت کرد تا عاقبت بر آن قرار دادند که خیمه یک تو سازند درویه و استخراج نسج صنعت آن نسخ صنعت صناع صنعا کردند. رفت تو چیز واجارایی، واجارایی صاد صاد و عین. صاد و عین راست بگی صاد و عین و نون. صاد و عین و نون نسخ صنعت صناع صنعا کردن. زهر و بطن همه روی و اندرون و بیرون آن از تطابق نموش و الوان مانند ساده دلان متساوی. دندان مقراض را از قطعان کند کرده بودند. قبه زرنگار و خیمه آسمان کردار قرص خورشید. نه من دارم چرت و پرت میخونم. دندان مقراض را از قطعان کند کرده بودند. قبه زرنگار و خیمه آسمان کردار قرص خورشید از غیرت کماج آن بیخور گشته. کماج رو دکتر زبیحی نوشته که اون چوبیه که مدوره و سرستون خیمه را در آن فرو برند. در کردی اکنون کماج مستعمل است. اون چیزم زهر و بطن همه روی، یعنی پشت روی پارچه ها داره بافت و نقش یکسان، هر دو طرفش نقش داشته پارچه هاش. بله پشت روش یه جور بوده، داخل و بیرونش هم نقش بوده. اینجور نبوده که از بیرون یه جور باشه، از داخل یه حدید خیلی با کلاسی بوده. اونم جمله قبلیش که یعنی روی بافندگان چیز رو کم کردن صنعا رو. و بدر منیر از تدبیر آن دو جمع روی نموده. روزی چند در آن مقام جشن و سور بود و وفود مسرات و شادمانی در صحن سینه ها نامحسوس. عصر رحلت فرمود و بر سبیل استهمام به باغ منصوریه که بعد از اندراس و انتماس امیر ارغون امارت فرموده بود. امیر حسین بر سبیل استجمام. آها بر سبیل استجمام. آها بر سبیل استجمام به باغ منصوریه که بعد از اندراس و انتماس ویرگون بعد جالبه امیر ارغون امارت فرموده. استهمام و استجمام تو یکی از نسخه گفته استجمام بوده. استجمام بر سبیل اورجی کاتب اون نسخه هرکی بوده خیلی دمش گرم بوده. همینجا میشه دیگه تاریخ رو دست مورد تاریخ. امیر ارغون امارت فرموده بود و چنان شده که از غایت نزهت غیرت جنان دنیا آمده و انوری داست در حق آن بقعه خه خه
ای صورت منصوریه، باقی و سرایی یا بهشتی که به دنیا فرستاد، باقی و سرایی یا بهشتی که به دنیا فرستاد خدا. یه بار دیگه داشتیم. آن روز خواتین امیر ارغون و صاحب عزالدین طاهر ترغو داشتند و جشن کردند. روز دیگر را کوچ کردند و در مغزار رادکان نیز یک چندی اقامت نمودند و از تمامت ولایات دور و نزدیک، از مرو و یارز یا یازر و دهستان شراب چون آب میکشیدند و علوفات بی حساب نقل میکردند و منزل به منزل مینهادند و از آنجا کوچ بود تا به خبوشان رسیدند. یعنی گوشان خبوشانه؟ بله. شاعری داریم نوعی خبوشانی سبک هندی شعر قشنگی میگه. نادر رو هم در خبوشان کشتن. نه، یکی رو در خبوشان کشتن. هم میگم نادر رو در خبوشان کشتن. و آن قصبه ایست که از اول خروج لشکر مغر تا این سال معطل و خراب مانده بود و ابنیه و اماکن آن یباب گشته. یباب گشته؟ داشتیم یعنی خراب، یعنی خراب گشته. و تمامت کاریسا بی آب شده، چنان که بیرون دیوارهای مسجد جامع دیوار بر پای نبود و پیشتر از آن از سکان و رعایای آن ربعی از آن قصبه را بیع کرده بودم. چون هوس و میل پادشاه به امارت خرابی ها مشاهدت افتاد، قضیه آن قصبه عرضه داشتم. پادشاه آن سخن را اسخا فرمود و به تأسیس امارت کاریز و رفع ابنیه و نصب بازار و خفض عیش رعایا و جمع ایشان یردیق داد، چنان که هر شر امارت آن صرف می شد از خزانه نقد فرمود تا بر رعایا حملی نیفتد. تمامت قنوات آن بعد از انقطاع جاری شد و ارباب بعد از جلاء سنین باز آمدند. و از قهستان یا قهستان دهاقین و مغنیان آوردند و آنجا ساکن گردانیدند و کارخانه ها بنا فرمود و باقی اساس نهاد و متصل جامع و جامع آن و مزار خراب گشته بود. آه کارخانه این چی؟ ما قبلیما توی خونه هامون همه توی روستا یه اتاقکی داشتیم که توش مثلا نون میپختن و کارهایی از این دست انجام میدن، بیشتر نون میپختن. داشت اگرم نمیدونم یه چیزی میخواستن بکوبن یا کار اینجوری بشه بودن کارخونه. و صاحب اعظم سیف الدین آقا 3000 دینار زر بفرمود تا امارت آن آغاز نهادند و احیای آن کردند و مدت یک ماه در حدود استو توقف نمود. چون کوه و صحرا از علف خالی شد کوچ فرمود و در اثنای آن رکن الدین خورشاه برادر خود شاهنشاه و کفات مملکت خود را بفرستاد در اظهار ایلی و تبعیت و استظهار به متابعت و مشایعت بندگی حضرت. چون آن سخنها به سمع همایون رسید، پادشاه به اعزاز ایشان اشارت فرمود و ایلچیان نام زد تا نزدیک رکن الدین روند و از کسان ایشان یکی را نیز با ایلچیان روان کرد و به استحضار رکن الدین و تخریب قلاع مبالغت فرمود. چون آن فرمان به رکن الدین رسید، از روی جنون و جوانی جوابی مشهون به کذب و بهتان باز فرستاد. چون معلوم رای پادشاه شد که او را بخت برگشته است و به مدارا و رفق تدارک کار او متعذر، از خرقان عزیمت قضا به جانب او به امضا رسانیم. ذکر حرکت پادشاه جهان هلاکو به فتح گلاء ملاحده. بسیار خوب.